سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خیلی خوش اومدید. در این برنامه به اتفاق تلخی که برای عماد و حمید طالبزاده رخ داده میپردازیم. اما قبلش ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. متاسفانه با خبر شدیم پدر عماد و حمید طالبزاده دار فانی رو ودا گفت. ضمن تسلیت به خانوادگی این دو هنرمند و آرزوی صبر برای عماد و حمید طالبزاده. حمید طالبزاده که مدت هاست مهاجرت کرده و در خارج از ایران زندگی میکنه، برای پدرش این متن غمناک رو منتشر کرد و نوشت: امروز صبح که با پدرم حرف زدم نمیدونستم که آخرین باره. پدرم، اگه کمی بیشتر صبر میکردی ایرانمون آزاد میشد و حداقل میتونستم تو مراسمت باشم. درود به همگی. روی صحبتم با اون عزیزایی که میگن که چرا ماها اومدیم به شاهزاده رضا پهلوی وکالت دادیم. اولا وکالت چیزیه که شما هر موقع بخوای میتونی وکالتی که دادی رو پس بگیری. این یه مطلب. دو، این که مگه نه این که این بوده که دشمنای ما دیگه تعارف نداریم، الان دیگه اونا دشمن مان. کسی که ماها رو میکشه، بچه های ما رو میکشه، دیگه دشمنه و مملکت ما رو اشغال کرده. اینا همیشه به ما گفتن بابا شما سر یه لیدر هنوز به توافق نرسیدید، شما هنوز اون رهبرتون، نمایندتون مشخص نیست. مگه نه که همیشه اینو به ما گفتن؟ خب ما الان اومدیم شاهزاده رضا پهلوی رو بهش وکالت دادیم و به عنوان نماینده خودمون قبولش کردیم. قربون شکل ماهتون، شما یه نفر رو معرفی کنید که در حد و اندازه های ایشون باشه، شاید واقعا نظر ما عوض بشه. لطفاً نمایندتون رو شما اعلام بکنید. خیلی متشکرم. درود به همگی. ضمن تسلیت به هموطنای عزیزم در خوی، به خاطر این فاجعه‌ای که براشون رخ داده، شنیدم که دولت ترکیه میخواسته کمک بکنه به مردم زلزله زده و این جنایتکارا اجازه ندادن، جلوشون رو گرفتن. خواستم بگم توف به شرفتون که اینقدر بیشرفید که توی این موقعیت هم دست از این جنایتاتون بر نمیدارید. نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. به امید آزادی ایران. همچنین همسر حمید طالبزاده هم با انتشار این متن در مورد پدر همسرش نوشته: بیشتر از 20 ساله که عروستونم، جز مهر و محبت، احترام و عشق چیزی ازتون ندیدم بابا جون. باورم نمیشه که دیگه نمیبینمتون. لعنت به این رژیم که باعث شد 10 سال از دیدنتون محروم بشیم و تو آخرین لحظات پیشتون نباشیم. خیلی دلمون برات تنگ میشه. خیلی زیاد. مرسی بابت همه خوبی هاتون. اما عماد طالبزاده هم با انتشار این متن خبر درگذشت پدرش رو منتشر کرد و نوشته: پدرم از دنیا رفت و من دوباره تنها تر شدم. من ازت مهربون بودن و بخشیدن و دست و دلبازی رو خیلی یاد گرفتم. نمیدونم الان کجای این دنیایی، ولی من دلم خیلی برات تنگ میشه. بابا خیلی دلم برات تنگ میشه. نمیدونم اینو چجوری تحمل کنم. تو خیلی قلب بزرگی داشتی. اما در پی اتفاقات اخیر و حواشی برگزاری کنسرت در کشور، عماد طالبزاده چندی پیش با انتشار این متن نوشته بود: بابک جهانبخش بعد از حواشی که در فرودگاه براش پیش اومد و با ممنوع خروجی عجیبی روبرو شده بود و منجر به خداحافظیش از موسیقی کشور شده، حالا عماد طالبزاده هم به این خبر واکنش نشون داد و در این خصوص صحبت‌های عجیبی کرده. اون در این متن که در اینستاگرامش منتشر کرده بود نوشته: سلام، امیدوارم که خوب باشید، هرچند که میدونم اکثریت حالشون خوب نیست، ولی روی صحبتم با مردم واقعیه. این روزا انقدر هممون عصبی شدیم، بی دلیل به هم بی حرمتی میکنیم. بی دلیل میبینم که به دوستان همکار و هنرمندم فحاشی میشه و یه جورایی هیچ کس اعصاب نداره. ما هممون جزی از همین جامعه هستیم و مشکلات رو هر کس به اندازه خودش لمس میکنه. شاید خبر نداشته باشید، ولی تقریبا اکثریت استودیوهای موسیقی تعطیل شده. یعنی حداقل هر استودیو بین 5 یا 6 تا 10-12 نفر از نون خوردن افتادن. بیاین به این باور برسید که موسیقی شغله نه تفریح. شما در طول روز با بیشترین چیزی که ارتباط دارید موسیقی هستش
از بوق تلفنی که صحبت میکنید، نوت موسیقی داره تا آسانسوری که باهاش تو ساختمون سوار میشید. ماشین آشغالی محله موسیقی سمفونی پخش میکنه تا رادیو تلویزیون. هر دین و مذهبی که دارید باید بدونید تمام مراسم مذهبی و آیینی دین شما همراه با نوت‌های موسیقیه. شاید فکر کنید نیاز اولیه شما نیست و نیاز اولیه گوشت و سوپرمارکته، ولی کاشکی میدونستید با نبودن موسیقی تو دنیا چقدر تجربه عجیبی از تلخترین اتفاق دنیا خواهید داشت. بارها تو صفحات مجازی دیدم و شنیدم عزیزانی که مدعی بودند ما هنرمندا رو بزرگ کردیم، که این واقعا تفکر اشتباهیه. ما در کنار هم زندگی میکنیم و هر کسی یه هنری داره. باور کنید پاکبانی که تو کوچه ما رو جارو میزنه هنرمنده، و اگه من و شما تصمیم بگیریم همون کار رو انجام بدیم، هرگز به خوبی اون نمیتونیم کوچه رو تمیز کنیم. اونم هرگز نمیتونه مثل یه موزیسین ساز بزنه یا خوانندگی کنه. هنرمندا به واسطه یه هنر ذاتی و اکتسابیشون دیده میشن و مورد قبول واقع میشن بین مردم، و کاملا از خود مردم هستن. از مردمانی که مدعی هستن اونا باعث معروفیت یک فرد میشن. تا حالا سوال کردید چرا تو که تونستی این هنرمند رو معروف کنی سعی نکردی خودت یا داداشت یا یکی از دوستان و اقوام تو معروف کنی؟ مطمئناً جواب عاقلانه‌ای نخواهند داشت. ولی با همه این تفاسیر ما هممون بدنه اصلی این مملکت هستیم. ما مردمی هستیم که این کشور شکل گرفت. در نهایت خواهش میکنم اگه کسی از دوستان یا همکاران من خلاف میل شما رفتاری کردن، دیگه فالوشون نداشته باشید. ولی فحاشی یا حرفای دیگه‌ای که بهشون میزنید بار غم قلبی بزرگی برای هممون داره. در نهایت هیچ کشوری رو با حاکمانش نمیشناسن، با مردمش، هنرمندانش، ورزشکارانشه که عزت میگیره، نامدار میشه. در نهایت دوستتون دارم به امید ایرانی زیبا بدون تفرقه و کینه. و همچنین در ادامه با این ویدیو در تکمیل متن منتشر کرده خودش هم گفته: دوستان عزیز سلام، بابت تکمیل کردن متن پست آخرم خواستم خدمتتون عرض کنم که من تا اطلاع ثانوی نه فعالیت موسیقی میکنم نه کنسرتی دارم، علی‌رغم اینکه دو تا آلبوم به صورت کامل فقط قسمت‌های وکالش مونده و بقیه حتی سازهاش هم رکورد کردیم و داریم، هیچ فعالیتی نمی‌کنم و هیچ کنسرتی هم تا اطلاع ثانوی نخواهم داشت. ارادت. خب دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت می‌کنید. اگر می‌خواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله یه کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.